قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. با سلام و درود بر شما عزیزانم و با یاد و نام خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم و این بار باز هم خوشحالم روبروی شما و در کنار شما هستم. باز هم تشکر بسیار دارم از لطف و محبت تمام مهربانان، همزبانان، فارسی زبانان همه جای دنیا که لطف و مراحم خودشون رو شامل حال من میکنن. امیدوارم امروز باز شما اگر برنامه‌تون این باشه که زودتر زنگ بزنین و بخواین سوالاتتون رو مطرح کنین، چون وقت محدودی هست. من خیلی ازتون تشکر میکنم که بتونم به هر حال پاسخ همه‌تون رو بدم که دیگه کار به این نکشه که بخوایم بریم بعدن بعد از برنامه. البته خب بعد از برنامه هم اگر تلفن ها باشه من همیشه جواب میدم، ولی خب روی خط باشه بیشتر مردم به هر حال میتونن استفاده کنن. کسی که اون مشکلی که شما مطرح میکنین داره، ممکنه هزاران نفر آدم ها براشون مفید باشه، وقتی میشنون دیگه پاسخ خودشون رو میگیرن. به هر حال اگر لطف بکنین زنگ زودتری بزنین برای اینکه بتونیم با هم در ارتباط باشیم و صحبتامون رو با هم وقت داشته باشیم، برای اینکه این سوالتون رو پاسخ بدیم و سوال شما شاید مشکل آدم‌های زیادی باشه که شما دارین به هر حال لطف میکنین به همه اونا. امروز من در مورد این مهرطلبی که واقعا میخوام بگم در حقیقت حدود 75% ملت ایران، حالا کم و بیش، حالا به طور تقریبی یک چنین تفکری رو دارن، که نه اینکه تفکر، یعنی در حقیقت پدر الگوهای زندگیشون شده. بنابراین ما میتونیم در مورد این مهرطلبی وقتی صحبت میکنیم، من 76 تا علامت و علائم مهرطلبی رو دریافت کردم و دیدم که چجوری افراد مهرطلب چطوری برخورد میکنن، چطوری در ارتباط و رابطه هستن. آدم های مهرطلب کدوماشون بالا یا پایین؟ درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ افتخار میکنم به وجودتون. خیلی لطف دارین، ممنونم. خدا یار و نگهدار خانوادهتون باشه. ببخشید من این صدای تلویزیون یه دفعه بالا اومد. خانم دکتر. بله بفرمایید عزیزم، سپاسگزارم. سوالی داشتم از شما. خواهش میکنم. مخواستم بدونم که تو این معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، آدمایی که
تو مهمونی آدم ها از حسادت بد رفتاری میکنن، در مقابلشون چه جواب باید داد؟ خب ببینین، اگر شما با همون آدم ها به من بگین چه جوری رفتار میکنین، نایس هستین، باهاشون سلام علیک نرمال میکنین، یا شما هم جبهه گیری دارین. مهم اینه که آدما آینه ما هستن، تو آینه بهشون بخندیم، یعنی بقیه آینن، وقتی ما میخندیم بهمون میخندن، وقتی ما اخ میکنیم جست میگیریم اونم همون کارو میکنه. به خاطر همین آدم ها رفتاراشون وابسته به اینه که من چطوری اونا رو تریت میکنم، من چطوری با اونا برخورد میکنم. اینه که انتظار نشته باشیم همه بیان ویلکام بکنن، ما رو تعظیم بکنن، اما من نخوام اون کار رو انجام بدم. بفرمایید شما چی گفت؟ بفرمایید. نازنین من، ما یه دوره فامیلی از مادری داریم، بعد من با همه خیلی نایسم. یکی از نزدیکترین مثلا دختر خاله من که میگه بر خودت ارزش نیستی، چرا با همه این همه نایس هستی؟ بعد وقتی میبینه همه منو دوست دارن یه کار میکنه که حال منو بگیره، ناراحت هم کنه. یعنی بار آخر انقدر تو مهمونی من گریه کردم که من چه احساسی به اون دارم، اون چه احساسی به من داره، نتونستم حس کنم. گفتم دوست دارم که شما یه کلا نفت به خاطر این یه روز تو زندگی، نه کلا به آدم ها که زیاد سرویس میدی بعد خداشون یه جور دیگه برداشت میکنن. خب اتفاقا حالا بحث امروز من مهرطلبی بود دیگه. آدم مهرطلب هی میخواد سرویس بده، اکسیژن مورد نیازشو مهرطلب از اینکه به این سرویس بده، به این محبت کنه، صندلی رو جلوی اون بذاره، یه دونه بالش بذاره پشت اون که نشسته، بگه بدیم من براتون عکس بگیرم، اجازه بده من برات ساندویچ درست کنم، اجازه بده نمیدونم من برم برات اون چیز رو بیارم. یعنی چی؟ آدم مهرطلب تمام مدت میخواد جلب محبت دیگران رو از طریق رفتارهایی که انجام میده بکنه، و در نهایت خودش هم آدم ناراضی خواهد بود، به خاطر اینکه اینا رو به علت اون استرس، به علت اون برداشت و یا پرسونالیتی که از بچگی، حالا در زمان رشدتون 8 سال اول مورد توجه نبوده، مورد بیمهری پدر مادر بوده و این یاد گرفته از طریق اینکه برای اینکه مهر مادر رو مثلا به خودش جلب بکنه تمام مدت اطاعت کرده از اون. مامان راست میگی، یعنی بچه مطیع بوده، به خاطر همین که هرچی اون گفته انجام داده. آروم آروم باز هم نتونسته اون مادر رو مهرشو بگیره، چون احتمالاً مادره به یکی دیگه بچه ها ممکنه بیشتر توجه داشته، و این چو احساس میکرده مورد توجه نیست، با اطاعت از مادره، با کار کردن من میارم، من این کارو میکنم، این همو از اون بچگی شده یه الگوی رفتاریش. الگوی رفتاری ما اینه که اگر ماهی بخوایم حتی آدم مهرطلب بدون اینکه ازش بخوان میره مثلا میبینه توی یک خونه فامیلش مهمونی هست یا دوره داره، میره زودتر بره من کمک کنم. آمدم یعنی داوطلبانه یک کاری رو که ازش نمیخوانم میره میکنه، میخواد اون دیگه میگم اکسیژنی که به عنوان نیاز داره توی وجودش از طریق اینجوری کمک کردن ها، اینجوری سرویس دادن ها، اینجوری خودش رو در حقیقت در خدمت اونا دونستم بکنه. و این مدلی که رفتار میکنه آدم مهرطلب، یعنی همش بخواد سرویس بده، همش بخواد با آدم ها نایس باشه، اما توی خلوت خودش که میره، بخاطر اینکه برمیگرده به این که من چون والد یا پرنت، من مثلا مادر اخصوصا بیشتر این راضی نبوده ازش، و این همینطور تا بزرگی داره اون رفتار رو ادامه میده، یعنی اونا رو میذاره جای مادرش، همه آدم هایی رو که یعنی احساس میکنه اون چیزی رو که باید بده اینه که به اینا محبت کنه تا در مقابل یک محبت ارضا کننده بگیره. ولی
آخر در خلوت که میره یه جوری احساس رضایت نمیکنه و اینکه در مقابل این همه کاری که میکنه میگه که من توقعی ندارم و نشونم نمیده که داره، ولی هرت میشه، انتظار داره، توقع داره. بعد یک جایی که حالت منفجر شدن برش به وجود بیاد، اون موقع هستش که تمام اینها رو به صورت پرخاش میریزه بیرون. پس حرکت نرمالی نیست مهرطلبی که ما همش بخوایم به دیگران سرویس بدیم. ببینید، یه دونه لبخند کش میبندیم به لبمون، لبخند مصنوعی داریم، اینطوری هستیم که هی میخوایم جلب بکنیم، بعد تمام مدت در خدمتیم، تمام مدت بدون حتی اون که گفتم پیشنهاد بکنن میخوایم بریم و سرویس بدیم. اون موقع من ناراضیم، اون موقع شروع میکنم هرت شدن، میبینم که اون رضایت رو پیدا نمیکنم، در مقابل اون سرویس به من داده نمیشه، چون مرتب داره این کار رو انجام میده. یکی از خصوصیات ایرونی ها اینه که نه بلد نیستم بگن، چون مهر طلبی اجازه نمیده نکنه بعدش بیاد، یا اگر از یک چیزی مخالف عقیده شه، اون مهر طلب اگر یک چیزی مخالف عقیده شه جرأت ابراز نداره، نمیاد بگه که نه به نظر من نظرم اینه، نظر خودشو نمیاد ابراز کنه. چرا؟ به خاطر اینکه نکنه اون آدم ناراحت بشه. تمام مدت وری اینه، چون از کودکی وری بوده مادر من، نکنه ناراحت بشه اگه من اینو جواب نه. تمام مدت اون الگوهای کودکی که آسیب زده بهش، معمولا در طول رشد این به وجود میاد، حالا کمبودهای عاطفی که از طریق خانواده شده، تمام اینا یک آدمی رو به این شکل در آورده. یا اینکه توی جامعه ما، چون به هر حال ما همیشه مورد هجوم اقوام مختلف بودیم و این الگوها به وجود اومده که یه چیز دیگه اون که تو دلمونه نیایم بگیم، جور دیگه ما نمود کنیم تا مورد توجه باشیم، تا مورد آسیب قرار نگیریم. خیلی از دلایل مختلف میتونه باعث بشه که ما به سمت مهرطلبی گرایش پیدا کردیم. بنابراین یاد بگیریم که اگر به کسی محبت میکنیم، اگر لبخند میزنیم، اگر بهش حالا کمکی در هر جهتی، نه از نظر مادی و منظورم نیست، لطفی داریم بهش، دنبالش توقعی به وجود نیاد. اگه بیاد من مهرطلبم، دارم میکنم که یه چیزی در نهایت بگیرم تو در اون کنه وجودم. وقتی اونو نمیگیرم یه جوری دیسکورج میشم، حالم خوب نیست. وقتی میرم خونه به خودم فکر میکنم، میبینم رضایتی ندارم. اینی که من به آدمهای دیگه، ما نمیتونیم بگیم تو با من حسودی نکن، تو به من این کارو نکن. مهم اینه که من با آدم حسود هم با آدمی هم که با من برخورده اشکال دار میکنه، میخواد منو ایگنور کنه، من بیام گریه کنم که چه، مگه من تمام روح و روانم به این بستگی داره که این منو تایید کنه، این خانم دوست من، اون آقا یا هر کی، اون بیاد و اگر با من مهربانی نکنه یا حسادت بکنه من برم گریه کنم؟ این ضعف، من نمیدونم ناتوانی رو چقدر ما تا کجا میخوایم با خودمون حمل بکنیم که تمام روان من، مود من به این بستگی داشته باشه که اون آدم ها منو تایید کنن. هیچ نیازی نیست. کلن 50% جامعه به ما موافقن، 50% مخالفن، اصلا طبق ریسرچ و تحقیقات که شده. حالا من بیام بخوام تمام آدم هایی که با من در ارتباطن و تو ارتباط همونو دارم میگم، 50% میگم آره، 50% نه. من اینقدر در حقیقت وریم و اینقدر مهرطلبی من بالا میزنه که میخوام همه 100% رو داشته باشم. حالا اگه یه دونشم نداشته باشم، بعد برم گریه کنم، بعد برم از خودم بعدم بیاد، پس من درست انجام ندادم. ایناست که اشکال جامعه، افرادی که مهرطلبن و
ما اکثریت جامعهمون این خصوصیت رو داره و تمام مدت در حال پریتند کردن، وانمود کردن. قربون شما، تعارف های کلامی، خودشو گناهکار دونستن، احساس حقارت کردن، چاکرتم، مخلصتونم، نوکرتونم، کلفتتون، چه دلیلی داره که ما این همه بخوایم تملق بگیم؟ به چه دلیل؟ مهرطلبی است دیگه، هرچی که اینجوری بکنیم اونا بیشتر به طرف ما جلب میشن. اینطوریه، اون تنشن یعنی استرس درونی ما، فکر میکنیم با این روش کم میشه، در صورتی که اینها رفتارهایی هستش که بعداً میتونه تنش ما رو زیادتر هم بکنه. اما من مهرطلب چیکار میکنم؟ تمام مدت دنبال تاییدم، از حقم میگذرم، یعنی احساس میکنم اگه حق منم پایمال شده نمیرم دنبالش، میگم اشکالی نداره، نه خب اون تقصیری نداره، ولی حاضر نیستم حقمو بگیرم. خب کجا ما قرار گرفتیم که همینطور در حقیقت حقارت رو، ناتوانی رو، نیازمندی رو با خودمون حمل کنیم تو تمام ارتباطاتمون و بخوایم سرویس دهی بکنیم به همه کسایی که حالا با ما در ارتباطن، یه جوری تایید اونا رو بگیریم. حالا اگه تایید یه نفر رو نگیرم، من باید برم زار بزنم، گریه کنم، زاری کنم، چطوری شد که این منو داره تایید نمیکنه، این چطور شد که از من راضی نیست؟ میبینید؟ پس بنابراین این خصوصیاتی که ما داریم تو این شرایط چجوری تخریب میشیم باهاش، چجوری خودمون آسیب میزنیم؟ ببینیم، من احساس تقصیر و گناه میکنیم تمام مدت، یعنی اون آدم مهرطلب همش احساس میکنه که باید خودشو سرزنش بکنه، غروری برای خودش نمیبینه، پراودی نداره. حتی گفتم اگر چیزی مخالف اون تفکرش باشه و دیگران بهش ارائه کنن، اون نمیاد هر حرف خودشو بزنه، نمیاد مخالفت بکنه، نکنه بدش بیاد، نکنه اون خوشش نیاد، تمام بکنه نکنه های ما هاست که از اون به به چقدر خوب بود، غذاتون عالی بود، فلان، تو ذهنه همش میخوای یه جوری ما آدم ها رو تایید کنیم که چی مهرشونو بگیریم. به این دلیله، هیچ دلیل مردم دوستی نداریم، دلیل تنشنا و ترسای درونی من هستش که منو وادار میکنه یک چنین کاری رو انجام بدم. به هر حال امیدوارم که شما قانع شده باشین. خط دیگر رو من جواب میدم. دنیای تشکر خانم دکتر. اگزکتلی همون نقطه‌ای که من ضعف داشتم شما برای من توضیح دادید. خدا رو شکر، خدا رو شکر، ایشالله برای همه هم مفید باشه. چون ببینید این ممکن ما داشته باشیم ندونیم و باز هم ادامه بدیم، باز هرت بشیم، باز به قول شما بشینیم گریه کنیم که یه نفر منو نپذیرفت. خب نپذیره، ما 50% مردم ما رو میخوام، 50% هم اصلا حالا به هر دلیلی، حالا هر چی که تو وجودشونه، اینا رو باید بپذیریم. نخواهیم کل آدم ها رو یه جوری بیاریم که مثلا ما رو دوست داشته باشن، تایید کنن. بنابراین استرس رو به خودتون ندین. ممنونم از دنیای تشکر خانم دکتر. قربون شما، قربون شما، درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما مهربان و عزیز که با افتخار ما هستید. من به نوبه خودم از طرف برادرزادم در ایران که خیلی سخت تماس بگیرم با شما، نهایت تشکر و قدردانی دارم به خاطر اینکه با چند جلسه مشاوره که با شما داشتن برادرزادم واقعا متحول شد. واقعا انقدر به خودش الان اعتماد به نفس داره، انقدر به خودش یعنی ارزش برای خودش قائله، دیگه اصلا نمیدونه چی کار بکنه. دیگه واقعا من انقدر خوشحال شدم از اینکه با شما مشاوره داشته، چون من بهش پیشنهاد کردم که حتما با شما مشاوره داشته باشه. خیلی خیلی الان خوشحالم که نتیجه خیلی عالی گرفته و واقعا خواستم از شما نهایت تشکر و قدردانی دوباره از شما بکنم. انشالله خدا خیلی دنیا و آخرت نصیبتون بکنه. واقعا اصلا نمیدونم زبان قاصر از این همه لطف و محبتی که شما واقعا با تمام وجود و اخلاص به مردم ایران میکنه.
قربونتون برم، خیلی لطف کردیم واقعا. من خیلی خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که نتیجه خوبی داده و برادرزادتون و اینا، خودش میتونه خیلی خیلی برای من رضایت بخش بشه و متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خیلی ممنون. خدا حافظ. درود بر شما. بفرمایید. خانم دکتر با من هستین؟ بله عزیزم. سلام، ازتون بخیر. سلام خانم دکتر، من دو سه تا سوال دارم ازتون، اگه بعدن اگه خواستی من قطع میکنم از تلویزیون صداتون رو میشنوم. خانم دکتر، این مهر طلب که شما راجعش صحبت میکنین معنیش یعنی به انگلیسی فلادر یعنی چاپلوسی کردن؟ نه نه، چاپلوسی نیستش، یعنی یه چیز مترادف که این معنی رو بده تو انگلیسی من براش پیدا نکردم، ولی اینکه ما تو رفتارمون میخوایم در حقیقت انسانهای دیگر رو با توجه به ضربه‌ای که خودمون دیدیم در کودکی میخوایم که مهر آدم‌ها رو به خودمون جلب بکنیم، یک چیزی ما رو under pressure قرار میده، یعنی تنشنی پیدا میکنیم برای اینکه من مجبورم. چرا؟ به خاطر اوضاع احوال دوران کودکی، یعنی برمیگرده به اون دوران و اون خواسته هایی که اون موقع برآورده نشده و ما از این طریق داریم چیکار میکنیم؟ داریم با این روش یه جور استرس های درونی خودمون رو میخوایم خاموش بکنیم، ولی باز هم اون خاموش نخواهد شد به دلیل اینکه اون رضایت رو ما پیدا نمیکنیم، چون برمیگرده باز به پرنت یا والدین ما که در کودکی ما رو حالا یه جوری یا استثناء گذاشتن یا به اندازه کافی ما رو اونجوری احساس نکردیم که علاقه دارن به ما، دوستمون دارن. اینا تصمیمای اون بچه هست، شاید هم واقعا اونجوری نبوده، یه برداشت های اینجوری که میکنه شروع میکنه. الان مثلا من کسایی دارم توی تراپی، یعنی مشاوره دارم میگیرن، کسایی هستن که مثلا خانومه آدم در حقیقت کنترلینگه و تونسته مثلا پسرش رو، پسر ناخودآگاه، نه اینکه آگاهانه این کاری کرده باشه، پسر شروع کرده به مطیع شدن و مهر طلب شدن، دختر نیومده اون کنترلینگ بودن یا اون حالتهایی که مادره داشته اونا رو بیاد بهش اطاعت بکنه و همیشه اون حالت گستاخی رو داشته. منو بریم مادره با اون پسره الان اشکالی نداره، ولی با دخترش اشکال داره، چون اون این خودشه، این خودش میخواد. ولی خانم دکتر، همونطور که گفتین دقیقا درست میگین، به خاطر اینکه من با برادرم اکچولی دو گروه هستیم و ما با هم بزرگ شدیم، ولی متاسفانه برادر من خیلی چاپلوسی میکنه. مثلا یک مشکلی که من دارم اینه که من دارم میرم ترو دیورس، بعد یه استیت دیگه هم هستم، بعد برادر من یک کمتر از 24 ساعت میاد استیت من و تمام مدت وقتشو با مای اکس اسپن میکنه، یعنی دمه در دادگاه اونو دیده صداش میکنه از راه دور به اسم کوچیک و میدوه طرفشو وای میسه با هم باز حرف زدن و ماچو بوسه کردن. من ریاکشنی حقیقتا نشون ندادم ولی حقیقتا ناراحت شدم. یعنی دوستم یه آمریکایی برگشت گفت که blood sticks but water runs. منظورشم متوجه نشدم at first. بعد گفت که blood، خون به بدن به دست میچسبه وقتی خون بریزه یه جا، ولی آب موقعی که به دستت بخوره همینجور میره و عیناً همین جوریه. برادر من با اون بیشتر وقت میذاره، حالا طرف داره منو دیسترول میکنه، اصلا نذاشته من بچه هامو ببینم. طرف رو دراگ خیلی ادیکشنه
من به خاطر اینکه دعوا نکنم، بچه هامو ناراحت نکنم، اجازه میدم هر کاری میخواد بکنه، البته تا حدی، ولی بچه ها رو الان نمیذاره من ببینم. آیا شما به من بگین من چه عکس العملی در مقابل برادر خودم میتونم داشته باشم؟ خب ببینید شما خودتون، البته من سکوت کردم، من سکوت کردم، ولی سکوت کردن شما همش میگی نریز تو خودت، بگو حرفتو. اوکی حالا من بگم چه فایده داره؟ نه کی گفته سکوت نکن، سکوت کن یا نکن حرفتو بزن. مهم اینه که کدوم حرف، چه جوری حرف، با حرف متفاوته. چی رو من میخوام به اون در حقیقت به اون آدم القا بکنم با حرفم؟ آیا میخوام دعوا کنم؟ آیا میخوام گله کنم؟ آیا میخوام حقیر بودن خودم رو نشون بدم یا میخوام برتری خودم رو نشون بدم؟ بستگی داره این که گول من یا هدف من از این که من میخوام حرفم رو بیان بکنم چیه؟ متفاوته. شما الان توقعتون، انتظارتون از این که برادر شما بیاد و بخواد یارگیری بکنه، ساید طرف رو بگیره، بیاد بره طرف همسرتون که حالا با شما اختلاف داره. و بچه هاتون چند ساله هستن؟ بچه هم حقیقتا دو تا حدودا 15 ساله و 17 ساله تقریبا دارم، یه دونم 10 ساله. ولی خب متاسفانه این همیشه همه چی بهشون میداده، الان هم داره میده، فقط به خاطر اینکه این بچه ها رو نگه داره. یعنی بچه ها الان سایدگیری کردن، بچه ها اومدن انتخاب کردن کسی رو که داره بهشون بنفیت میده و اونو انتخاب کردن، حالا شما رو. حالا علت اینکه شما میخواین جدا بشین چیه؟ والا علتش اینه که میگم طرف رو دراگه، اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه. من 7 سال پیشش کار کردم، هرچی پنی به پنی پولاشو جمع کردم، کمکش کردم، بیزنس دارش کردم. حالا که بیزنس دار شده، الکی اومد که من نمیخوام زندگی کنم. منم گفتم خب نمیخوای زندگی کنی، نکن. گذاشت از خونه رفت بیرون و یه سالی و بچه هم پیش من بودن و بعد از یه سالونی من رفت لویر گرفت و منم مجبور شدم به خاطر اینکه اون لویر گرفته لویر بگیرم و 6 ماه بعد از این یه سال اومد بچه هارم برد. آخه بچه ها که نمیتونن که، یعنی دادگاه هم بچه ها رو نمیده، مگر که خود بچه ها بزرگا مثلا قبول کنن. من نمیدونم چه جوری 3 تا بچه ها رو گفتن نداره بیدار پلوی شوهرتون. اینجا قانونی نیست که همه میدم به خانوما، یعنی خانوما اینجا نه، اینجا برعکس. کجا هستی شما؟ 6 ماه ندیدمشون. کجا هستی شما؟ مثلا سیگار هم نمیکشم. شما کجا هستی؟ سیگار هم نمیکشم. کجا؟ یه قطره شراب هم نمیتونم بخورم. شما کجا هستین؟ تو امریکا نیستی؟ چرا متأسفانه ویرجینیا هستیم. خب تو ویرجینیا یعنی قانونش با جای دیگه آمریکا فرق داره، یعنی اونجا شما نتونستی ثابت کنین همسرتون معتاد، قانونش فرق نمی کنه. ولی این رفته از طریق اقدام کرده که دیورس میاد بالا اول، بچه ها نمیان اول. من به شخصه رفتم از دادگاه بچه ها اقدام کردم، ولی لویر اون کیسو گرفته به بالاتر از کورت بچه ها که مثلا بگه ما داریم دیورس میکنیم، اسم بچه نیوردیم وسط. حالا هر چی که اون میگه عملی میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون کورت بچه ها نیست. خب آره شما گفتین که اون معتاده، تونستین ثابت بکنید؟ آره بیش از 100 دفعه گفتم بابا جون شما اصلا به حرف من تکیه نکنید، ما دوتا رو بفرستیم برای دراگ تست. درسته؟ اصلا اهمیت نمیدن اصلا. چطوریه؟ اومده به همه دنیا میگه من دیوونم. من سر بچه‌ام داد زدم من دیوونم. من 3 تا دکتر رفتم، نوروسایکولوژیست تست گرفتم، ایوالویشن گرفتم، ریپورت دارم. خب هیچ فایده نداره. یعنی هیچ کدوم از اونا رو اهمیت نداده حرف آقا که گفت ایشون؟ بله
یعنی حرف شما که میدونی میدونی چی میگه؟ میاد میگه بچه ها نمیخوام برم پیش این. خب با بچه ها صحبت کردن؟ خودشون گفتن نه؟ والا با بچه ها هم صحبت شاید کرده باشن. آره بچه ها هم صحبت کردن به خاطر اینکه بچه ها می اومدن هفته دوبار، ولی انقدر رفتارشون زشت بود خانم دکتر که اصلا من تحمل میکردم، هیچی نمیگفتم، ولی اصلا انقدر رفتارشون زشت و بیادبی بود من خیلی طاقت دارم. با شما زشت و بیادب بود؟ نمیگفتم، ولی انقدر دیسریسپکت شدم که اصلا بعد از این همه مدتم هم برگشتم گفتن ما نمیخوایم بمونیم، ما نمیخوایم بمونیم. منم حقیقتا پیش خودم گفتم بذار برم. آیا شما مادر کنترلینگی بودین؟ اجازه بدین اقلا من برای حالا هم بینندگان هم برای خودم روشن بشه، آیا شما مادر کنترلینگی بودین؟ مادری بودین که تنبیه کننده بودین؟ مادری بودین نه. که بیشتر بکن نه. نکن داشتین تا بیشتر محبت؟ ببینیم معمولا بچه ها جذب مادرشون میشه. الان مثلا به بچه های من بگین مثلا خب به هر حال یه جوری بیشتر تمایل دارم به مادر. بچه های من تا سن 16 سال یعنی 16 سال بعد از زندگیشون همه هر ستایشون پیش من بودن. خب پیش شما یعنی شما رو به عنوان مادر مهربون قبول داشتن؟ ماشین گرفته آه. دومی خرید از ویکتوریا سیکرت میکنه آه. سومی هم اونا رو نگاه میکنه. خب میگن حتما یه چیزی هست که ما بریم پیش اون. بذار بریم پیش اون. یعنی از نظر یعنی... مادی بچه ها میگن اون ما رو تامین میکنه، ماشین میخره، به ما چیزایی گرون میخره. اصلا مشخصه آه. نه مشخصه خب. با ماشین داره میاد و میره. یعنی بچه شما ترجیحش مادیه دیگه. الان توی امریکا هم که مادیگرایی هست و میگن ما خب میخوایم بریم پلی پدرمون زندگی کنیم و اونم در باغ سبز بهشون نشون داده. انقدر انقدر اینا رو برنواش کرده که بچه میترسه اصلا حرف بزنه، اصلا احوالشو میپرسی جوابتو نمیده. یعنی میترسه میگه اگه طرف مادرتو بگیری من دیگه نه خرج بدنم نه پول بد میدم، برو همونجا زندگی کن. آها خب دیگه اینجا دیگه طفلکی این بچه ها رو قربانی یک سری قربانی کرده. هرچیم به دور هرچیم تو کورت میگم، البته من لویر دارم، ولی یه وقت خودم میگم تو میخوای از من دیورس بگی؟ چرا بچه ها رو دیورس داری میکنی؟ اصلا میخواد هم حتی اسمی هم از من وجود نداشته باشه. یعنی خدا شاهد اگر چرا این ریج به وجود آمده براش؟ چطوری بوده که این آدم اینقدر خشم و ریج و انتقام تو وجودش؟ نه طرف مریضه، طرف بیماره، رو دراگه، مریضه. چی میخواد؟ چی استفاده میکنه؟ چی استفاده میکنه؟ میگه تو چرا رفتی لویر گرفتی؟ تو چرا از روز اول نیومدی همون چیز کاری کنی که من بهت میگم بکن؟ منم بهش میگم خب تو چی به من گفتی؟ به من گفتی بذار از این شهر برو، پشتت هم نگاه نکن. منم گفتم برای چی باید یه همچین کاری بکنم که برم؟ مگه من چه کار کردم بابت این دارم می جنگم؟ این ظلم اینه که ولی طرف انقدر مریضه که اصلا نمی فهمه چی داره میگه خودشم، اصلا نمی فهمه. خب الان به هر حال بچه ها ممکنه تا یک مقصدی رو بخوام باهاش برن، بعد دیگه میفهمن اگر واقعا این یه همچه حالتایی داشته باشه، بعد به هر حال میتونن. چون الان سنش اون یکی که داره 18 سالش میشه، این یکی هم آه. گفتیم 15 سالشه. اون ده چی هم دخترن یا پسر؟ دوتا دختر یه پسر. بزرگا دخترن یا کوچیکه؟ بله بزرگا دو دخترن کوچیکه. آه این گرایش هایی که دخترها نسبت به به هر حال الان شما پدرشون میدن. الان شما حرفتون اینه که سوالتون اینه که برادر من چطوره که طرف طرف اینو میگیره؟ چه جوری شده شما باهاش؟ دانیا که میگن چاپلوسی میکنه. شما کامپیتیشن داشتین از بچگی با هم؟ اختلافای اونجوری داشتین؟ آها داشتیم از کوچیکی داشتیم. آها ولی وقتی بزرگ شدیم
دیگه من دور شدم و اونم دور شد و چیز شد و اینا، دیگه کمتر با هم تلفنی حرف می زدیم، درد دل می کردیم، بعضی موقع هم دیگر رو می دیدیم اگه من می اومدم استیت اون. ولی اینجوری می کنه، مشکل تو به من چه ربطی داره؟ تو مشکل داری با طرف، من چه مشکلی دارم؟ خب آره، ببین شما میگین که سایدگیری بکنی، یعنی شما میگین که چون تو برادر منی، حالا اون به چه دلیلی داره از اون حمایت میکنه؟ آیا فکر میکنه که اون راست میگه؟ دارم بهتون میگم، میگه دوستمه. دوستش بوده از قبل؟ نه پا چطوری؟ نه. از طریق شما آشنا شده؟ دوستی بود مثل شوهر خواهر باش تلفنی حرف میزد. خب حالا ترجیحش چیه؟ مثل شوهر خواهر باش حرف میزدن با هم دیگه. منم آره، منم با خواهرای اون مثل خواهر بودیم. از خواهرم نزدیکتر، حرفایی که به خواهرشون نمیزدن به من میزدن. ولی الان از وقت همون اول که بچه ها رو بود، دیگه خواهرش هم ما حرف نزد، هیچ کدومشون. هیچ کدومشون. خب شما وقتی این چیزا رو میبینین واقعا، خب یعنی میگیم برادر شما چرا مثل خواهرای اونا مثلا شوهر شما رو ایگنور نمیکنه؟ پس چی؟ نه به خاطر خواهرای اونا، نه میگم مثل اونا، منظور اینه که میگین اونا تو هوای برادرشون. مثل همه. خب اشکال داره. ببین خواهرای اونم، ببینیم ببخشید، خواهرای اونم اشکال دارن که بخوان با شما عمای بچه‌تونن و به هر حال شما سالها عروسشون بودی. حالا من بیام با شما هم قهر کنم، یعنی من ایراد دارم برای اونا که اصلا ربطی نداره. راستم میگه من نمیگم به برادر شما بایستی جانب با همسرتون رو بگیره، ولی میگه من با این دشمنی ندارم، من میام سلام علیک میگم، میخواد نرمال برخورد. به نظر منم این که جبهه گیری نمیخواد بکنه. خواهرای اون جبهه گیری کرده. سوالی از شما بکنم. بفرمایید. اجازه میدین؟ بفرمایید. وقتی کورت برمیگرده، این اکس من میره تو کورت، میگه که ببین برادرش هم باش حتی نمیخواد حرف بزن. ببین برادرش هم به من چسبیده. حتی برادرش هم باش نمیخواد حرف بزنه. متوجه هست؟ استفاده کرده از این مسئله. کورت، آره، که کورت جور دیگه به من نگاه کنه که بگه او مای گاد، پس این پرخاشگره. اگه برادر خودش داره با خون خودش داره اینجوری رفتار میکنه با خواهر خودش، پس ببین این دختر زنه با بچه های خودش چیکار کرده. یعنی اهمیت میده به این کورت؟ یعنی اینقدر چشو میبنده و فقط نگاه میکنه رابطه اون فکر نمیکنم اگه واقعا حالا نمیدونم خدا شاهده اصلا میدونم به عقل جور در نمیاد واقعا. اصلا برای هر کسی که از صحبت اصلا باورش نمیشه این حرفای من، ولی وقتی میاد تو رو جلو میارمش بسط، حرفشو میزنم، خودش صدای خودشو ضبط کردم میشنون، اصلا همینجور شوکه میشن. خودش حالا دینایی نمی کنه که آدمی میتونه اینقدر شیطان صفت بشه در عرض یه سال و نیم دو سال؟ چجوری یه آدمی که اینقدر نایس و با احترام با مردم برخورد کی؟ پس برادرتون رو میگین؟ برادرتون؟ نه، شوهر من. شوهر من در عرض دو سال چطوری میتونه اینقدر ایزا بشه؟ چجوری میتونه اینقدر آدم بدی بشه؟ خب حالا دم مواد مخدر خیلی روی مغز تاثیر میذاره. من خواهر خدمت برای پسرم بردم مدرسه تولدشه، نمیذاره زن من از در برم تو انقدر رفته بدی منو گفته. کی؟ شوهرت؟ شوهرم. آره. پسر شما نمیخواد با شما در ارتباط باشه؟ پسر من دخترتون. میخواد با من در ارتباط باشه، ولی میترسه بگه. میدونی نه کجا میدونم؟ به خاطر اینکه پسر من میره پیش کانسلر مدرسه صحبت میکنه. اون گفته مامان تو میس نکردی؟ گفته چرا، مامانم خیلی میس کردم ولی مامانم به من زنگ نمیزنه. اونم به من گفت زنگ بزن بهش. گفتم چه زنگی بهش بزنم؟ اون حاضر نیست با من حرف بزنه. اون الان به تو میگه جلوی که به خاطر اینکه کسی دور و برش نیست، ولی وقتی تو خونه است ببینه کسا دورو برشن که حرف نمیزن، اجازه نداره حرف بزن. خب ببینین دیگه اجازه. ما اینجا چقدره واقعا نادانی و کمدانی زیاده که یک پدر بخواد این مدلی
بچه هاشو داره داغون میکنه، هرت میکنه، ببینین اینجا کینه و نفرت در اونا به وجود میاره، آینده اونا رو خراب میکنه. اصلا واقعا جای خیلی تأسف داره که فکر نمیکنه که این بچه ها گلدونه، نمیدونم گل نیستن که من بغلشون هم بیارم تو خونه خودم رو میز بچینمشون. روح دارن، احساس دارن، آینده اینا رو من دارم با این همه خشم و کاری که بهشون توی وجودشون القا میکنم اینا رو میخوام چه کار کنم؟ یعنی اینجوری بار بیارم و آینده اینا مطرح نیست؟ بله بفرمایید. این اریایی که ما هستیم همه آمریکایی هم. میدونم آمریکایی ها با بچه هاشون یه همچین کاری نمی کنن. دشمن همه هم باشن، بچه مادرشون میخواد، پدرم میخواد. درسته. به خاطر همین مسئله اونم مثل ما را مثل اینا نگاه میکنن. کالچرال ما رو نمیدونن. منم هرچی سعی میکنم، لویر منم هرچی سعی میکنه کالچرالی آنجستندشون کنه، نمیتونه. آره توی لس آنجلس و این در حقیقت کالیفرنیا و اینا که ایرونی زیاده دیگه، لایرا و تمام دادگاه ها و همه آگاهن، میدونن با طرز تفکر. من تمام آرتیکل های لایر توی لس آنجلس رو خوندم موضوع چی. حتی دختر تینیجر، پسر تینیجر نمیتونه. درسته، نمیتونه ساید بگیره. چرا؟ چون کسی که ساید میگیره از نظر مغزی هنوز گرو نکرده. یعنی بالغ باید باشه به سن قانونی. بالغ رو به سن نمیبینن. بالغ قانونن تو لس آنجلس آرتیکل داره میگه بچه رو در سن نمیبینن، 18 سالشه باشه. اگه کسی اینقدر مغزش روش نکرده باشه از نظر فکری که بخواد یه همچی حرفی بزنه بدون دلیل، بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه. خب خانم دکتر، من به دادگاه میگم اوکی من بدم، اوکی من بدم، شما یه سوپرویژن بفرستین با بچه من، آقا سوپروایز بفرستین، دوتان بفرستین به جایی. درسته، کاملا درسته. سوپروایز بفرستین، مگه من خودم شک دارم؟ اینجا بود میفرستادن، اینجا بود اصلا چیز نبود. من میدونم کسی که اونور زندگی میکنن، جاهایی که مثلا اصلا با ملیت و فرهنگ و کالچر ایرونی آشنایی ندارن، اصلا جاج یعنی اون قضاوتی که میکنن بر مبنای واقعیت نیست، اصلا نمیتونن درک بکنن what's going on یا چه خبر اونجا. به خدا خانم دکتر، حتی کنسلری که دادگاه برای ما مشخص کرده، بله، اینقدر به این کنسلره نمیدونم چی گفته. کنسلره میترسه من اصلا وارد سشن بکنه دیگه. ببینین همه رو برنواش میکنه، یا مانی اصلا قشنگ مشخصه، یا پول میده یا با پول میخره. خب دیگه وقتی که بچه شما، وقتی کسی اینقدر آگاهی نداره که میاد بچه رو قربانی مطامع و حالا خشم و پرخاش خودش میکنه و نمیخواد نتیجه بفهمه که چقدر نتیجه ناگواری داره این تیپ رفتارها بر روی زندگی سه تا بچه که داره اونا رو در حقیقت قربانی میکنه. خوراک نداره مثلا، اینا به اینا چی میده میخورن؟ به خدا خدا شاهده، نمیخوام خودم تعریف کنم، ولی بالاخره هر مادری وقتی بچهش داره مدرسه میاد، هر چی تو توانشه تهیه میکنه که بچه هاش معلومه راحت. اون مادر ایرونی رو، مادر ایرونی برای حالا من واقعا درسته. این اصلا نمیتونه برای خودش هم غذا درست کنه. آخه چطور؟ به خدا مغزم داره سوت میکشه. دختراتون هم بلد نیستن، دخترای 17 ساله 15 ساله هم کاری بلد نیستن بکنن از نظر مثلا یه چیز درست کنن برای خودشون. الو میگم دختراتون هم نمیتونن یه کاری بکنن برای مسئله، یعنی غذا درست کنن یا خودشونو تیک کر کنن؟ نه بچه ها اینقدر لوسن،
که حتی حاضر نیست بسکتش خودشو بیاره پایین، لباساشو من بشورم. خب کی درست کرده اینا رو اینجوری؟ کی تربیت کرده اینقدر وابسته من. بود؟ خب دیگه ما اشکال تربیتی خودمونم هست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگر نمی کردم باباشون طرفداریشون رو میکرد. خب. و به خاطر اینکه طرفداریشون رو میکرد من نمیخواستم دیگه از اینکه هستم بدتر باشم. خب شما چرا نیومدین کمک بگیرین؟ شما دوتا وقتی اینقدر دیسگری دارین. کمک گرفتم. آمریکایی نه، با یه روانشناس ایرانی. نه آمریکایی نمیفهمه که شما چی میگذره. نه یکی، نه دوتا، نه ده تا. باور کن بیش از 12 تا دکتر. خب ببینید الان تمام کسایی که اینجا حریف نمیشد اصلا باورشون نمیشد که این چه دروغایی داره میگه. خب اگه می اومدیم پلی تراپیست ایرانی اون قشنگ کالچر ایرانی رو درک میکنه و حرف شما رو باور میکنه. اینجا نیست. تلفنی میگرفتین؟ تلفنی هم گرفتم. تلفنی هم خانم دکتر گرفتم. خب چی گفتم؟ بازم کمک نکرد. میدونی چی میره میگه؟ مثلا یک آن من از سشن در اومدم که برم دستشویی برگردم، وقتی برگشتم میبینم داره به دکتره میگه، که البته این دکتره هندی بود، برمیگرده بهش میگه آره این بچه ها رو میبره تو اتاق، میزنتشون و در و روشون میبنده و گلف میکنه. من گفتم اصلا من با این جسه کوچولو چطور میتونم پسر و یا دختری به این بزرگی رو به زور از دو طبقه برم بالا که بخوام بکنم تو اتاق؟ یعنی چایلد ابیوز که فوری میتونن شکایت کنن، این چایلد ابیوز دیگه بزنینش. یه حرفی بزن که میکسنس کنه واقعا. ولی چه فایده؟ کسی حرف منو نمیخونه، حرف دروغو میخونن. حرف کسی رو میخونن که داره دروغ راحت میگه و منم باور کنین انقدر میترسم که نمیدونم هم چرا انقدر میترسم، ولی اصلا انقدر میترسم که همین دست پام رو گم میکنم وقتی وارد دادگاه میشم. از چی میترسین؟ نمیدونم اصلا انگزایتی میگیرم، با اینکه قرص هم میخورم ولی هنوزم که هنوزه اصلا نه. یا نمیتونم قرص که نمیتونه، یا اگه بخوام حرف بزنم زبونم میلرزه یه جوری، به حالتی یه حالتی بدنن میلرزم، یه حالت خیلی بدی بهم دست میده. میترس اصلا اینو میبینم اصلا انگار خودم از خودم بیخود میشم. مگه کتک میزده شما رو؟ مگه تهدید میکرده؟ نمیدونم چه چیزی در وجود اون هست که تهدید میکرد منو. خیلی تهدید میکرد. به چی تهدید میکرد؟ هنوزم تهدید میکنه، البته با هم حرف نمیزنیم، ولی تهدید میکرد تمام مدت. که چیکار میکنم؟ من صداشم دارم که زبط کردم، صدا تهدیدهایی که شنید میشه. یعنی چیکار میکنم؟ تهدید به چی میکرد؟ بیچارت میکنم، میکشمت. برو بکشم. آره میگم میکشنت. و واقعا هم طرف سومی اومد وسط که گفت من شنیدم، اصلا طرف کسی که من نمیشناسمش، ولی منو تو مغازه به خاطر که کار میکردم دیده بود. طرف خودش اومد گفت من شنیدم، میخواست این گفته میخوام پول بدم یکی بکشتش. آخه من نمیفهمم چرا ما اینقدر بدیم، چرا آدم ها انقدر بدن؟ نه ما با چرا نباید بکنیم؟ چرا آدم ها انقدر ایویل صفتن؟ واقعا آدم نمیدونم چه جمله چه کلمه میتونم رو این بسارم. خب ببینین به هر حال چرا نداره، وقتی میگیم چرا خودمون میریم توی علم از سوال و استفهام. مهم اینه که علت و علل رو باید جستجو بکنیم، رفتارهای قبلی شد تو چه خانواده بزرگ شده. خودت هم ناراحت میشی تا موقعی که من خودم به نهایت عصبانیت و خشم از درون نرسم نمیتونم یکی دیگر رو بهش پرخاش و فریاد بزنم. این اصلا قانونشه، درسته، کاملا همینه. میدونین چی میگه به من؟ میگه تو باید بیای 160,000 دلار به من بدی. میگم بهش ببین من کار نمی کنم. میگه اوکی، اگه کار نمی کنی پس از این خونه بذار و برو. خب
چیم یعنی چی؟ یعنی اینکه حرفی که من اول زدم که بذار و برو باید ثابت بشه، یعنی بخواد از شما رشوه بگیره که بگه من مثلا جدا نمیشم. آره رشوه گرفته دقیقا. حالا من بیچاره رفتم لون بگیرم از بانک داد. خب لون طول میشه. خب اگه 160,000 دلار بخواین بهش بدین میگه بچه ها رو میدم بهت و طلاق هم نمیگیریم. نمیدم. نه برای چی میخواین؟ الان باید بدی، حداقل 40 تاشو باید الان بدی. خب بدی بعد چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ هفته رفتیم کورت، میگه که بندازین زندان لویرش، بندازین زندان. من هیچی نگفتم، عکس‌العمل نشون ندادم، گفتم چه خودم خب حالا من بندازی زندان، با زندان رفتن من پول میاد تو دست تو. ولی خدا شاهده خانم دکتر، خدا به سر شاهده، اگر جاج میگو بندازینش تو زندان ایمیدیتلی مینداختنم زندان، حتی نمیومد منو کمک کنه که درش بیارم. حالا ببینین انقدر خشم و ریج و خشونتی که تو درونش، حالا تو چه خانواده‌ای بوده، چه جوری هرت شده. اصلا من آدمی نیستم که با کسی اصلا بحث بکنم. اگه کسی با من بحث بکنه، مثل همه موقعی که با بچه هم بحث نمی کردم، به خاطر اینکه میتونستم، هیچ فایده نداره. یه وقتا میگن چیزی که حریفش نیستی بشین، درختی که حریفش نیستی بشین سایه است. یه وقتا باید just go with the flow. So that's what I did. اصلا من آدمی نیستم که با کسی بحث بکنم. اگه کسی باید انقدر سطح فکرش پایین باشه که یه حرفای بی خود بزن، اصلا بحث کردم با یه همچین آدمی کاملا اشتباهه. اگه کسی نمیفهمه که حرفای خودشو بشنوه، نه ببینید شما نمیتونین کسی رو درست کنین، اشکالتون اینه. من نمیخوام درست کنم، میخوام فقط حرفای خودش رو خودش بشنوه. از من با همون که حرف خودش رو میخوایم بزنیم، اون مقاومتی که در ذهنش ایجاد میشه که شما دارین میخواین به این طریق اونو پانیشش کنیم، ببینین حرفای خودته فکر کنی تاثیر داره. شما چون الان به من گفتن وقتم تمام شده، اگر بخواین بعداً با تلفن من که هستش روی مانیتور تلویزیون یک تماسی بگیریم، من با اتون باید یه تراپی مفصل بکنم. ولی تو رو خدا خواهیم دکتر راجب این مهرطلب خیلی صحبت کنی، راجب این که پدر را یه همچین کاری میکنن خیلی صحبت کن، چون واقعا تو کالچر ما وجود داره همچین چیز. اصلا من نمیدونم انتقام مادر رو، حالا هر گناهی هم که کرده، یعنی ما باید بچه‌مون رو قربانی کنیم و مادر و خانمی بله. که سالها به عنوان همسر باهاش بله. توی یک خونه بودیم، باید این ظلم. من تعجب میکنم، فقط مگر اینکه یه آدم بیمار بسیار بسیار خشمگینی بخواد این کارا رو بکنه. دکتر من هم کار میکردم بیرون، هم تو خونه، هم تمام بچه‌ها رو تکیه میکردم مثل چشما. من میدونم، ببین نگین، من مادر ایرونی میدونم مسئولیت چقدر داره و چقدر میخواد حالا مطیع باشی. من رو کمر رو انقدر میذاشتم که انگار که 3 تا 4 تا چمدون پر گذاشتن که دیگه نتونی تکون بخوری. ببینین چون به من گفتم وقتم تموم شده، چون برنامه بعدی شروع میشه. ممنونم. ببین عزیزم با من تماس بگیرین شما، من با تو صحبت میکنم، با من تلفنی، با تلفن من بعدا تماس بگیرین. حالا میتونین پیغام بذارین، اگه من مثلا نتونستم اون موقع جواب بدم بعدا حتما بهتون زنگ میزنم. بنویسین که تو رادیو باهاتون صحبت کردم، یا یه اسم مصنوعی بدین. نه یه اسمی بدین، حالا هر اسمی که میخواین که من بدونم شما هستین، من میخوام باهاتون صحبت کنم و کمکتون کنم. من اسمم فرزانه. ببین فرزانه جون، به من زنگ بزن، پیغام بذار و بگو من فرزانه هستم، من باهاتون صحبت میکنم، میخوام بهت کمک کنم. قربونت برم. ولی آخر راه تو شما چی میتونی کنی؟ من مگه نشنیدون اون خانم اومد روی خط گفتش که من از آمریکا با یک اقوامم با برادر زادم گفتم با شما از ایران تراپی گرفته و چقدر خوشحاله، چقدر تغییر کرده. من تمام مدت حتی هیپنوتراپی هم تلفنی میکنم با تمام با ایران و با تمام ایالات امریکا. من با آریزونا، با نیویورک، سان فرانسیسکو، با همه در ارتباطم. حتما با من تماس بگیرید. نه اصلا ناراحتتون کنم، اگر من ناراحت نمیشم، من شغلمه، میخوام که شما رو راحت کنم، میخوام که به شما انرژی بدم.
شاید واقعا اشتباه از بعضی چیزام از من بوده که من خودم نمیدونم، بعد صحبت کنم با تو. حتما با تو صحبت میکنم. فداتم، ممنونتم. قربون شما فرزان جون. خوبی داشته باشه. شما هم همینطور. متشکرم. متشکرم. با تشکر از کارشناس فنی اتاق فرمان آقای اندرو، مهندس اندرو، من تا درودی دیگر با همتون بدرود میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.